خب تیپ برم نخورا، تیپ کار شده است. بذار امروز رو برات با یه شعر مهم شروع کنم. شاعر میگه که داشتم میخوندم قصه پاپ فادر رو، مرد خوب زحمت کشه صاف و ساده رو، میخوندم از ایرون و تهرون قدیم، از شهر قم و کاشون و شاه عبدالعظیم. آسفالت نبود، خیابونا خاکی بود، درشکه و گاری جای تاکسی بود، لوله کشی نبود، آبشاهی بود، ترندودی بلیتش دهشایی بود، روزه خون از آواز خون شاکی بود، موزیک جز سوروسات تریاکی بود. با سلام و درود خدمت به تو بیننده گل. خیلی بامزه است که اول ویدیو ها رو مثلا طرف میخواد شروع کنه با یه شعر شروع میکنه، هیچ ربطی اصلا به اون موضوعی که میخواد راجبش صحبت کنه نداره. مثلا اولش یارو شروع میکنه یهو از مولانا میخونه، مثلا یارو یهو میاد رو خط مثلا مسابقه تلفنیه، مثلا بی ربط. مولانا رو چرا اصلا وقتشو میگیری؟ موضوع امروز دارک هیومر، یا مثلا فارسیش میشه طنز سیاه. نه، طنز تاریک، طنزی که اصلا نباید طنز باشه ولی طنزه. یه مثال برات میزنم. یه دونه ویدیو دیدم توی تیک تاک از یه دختری که یه ویدیو کال کرده با 4 تا دوستای پسرش، بعد میگه که شما مادر منو میشناختین به خوبی، لطفاً همتون یه اکتی بکنین که من یاد مادرم برام زنده بشه. مثلا یکیشون داره موزیک مورد علاقه مامانه رو گوش میده، یکیشون داره مثلا اون مدلی که مامانه میخندیده میخنده مثلا فلان و اینا، یکیشون مرده. این طنز، البته این طنز رو باید تو تصویر ببینیم، من توضیح دادم خیلی دارک شد. این طنز از اون طنزاییه که خیلی عجیب غریبه، یعنی اول به شعور طرف شک میکنی که اصلا این یعنی چی، چرا داره شوخی رو میکنه، اصلا این چیه. دومین نکته ای که من متوجه شدم اینه که کلا تو فرهنگ ماها، یعنی فرهنگ ایرونی، این داستان خیلی دوره و اصلا من اینجا نیستم که بگم فرهنگ باید عوض شه. اصلا من کی باشم که اصلا فرهنگ رو بخوام عوض کنم؟ کلا دارم توضیح میدم، یعنی اصلا سخت نگیم، میخوام بگم مثلا اون اصلا یه جور دیگه است، این یه جور دیگه است. این توضیحو فقط دادم برای اینکه بگم که ویدیوی امروز یه همچین حالتیه، ماهیت کانتنتش ماهیت عجیبیه، مرگ، ولی مرگایی که دلیلش خنده داره، یعنی تو نمیدونی الان این اصلا چی، یعنی چجوری میشه. همش هم خنده دار نیست، عجیبه. اسمشو بذاریم مرگهای عجیب. 10 تا از مرگهای عجیب رو برات آوردم امروز، همش با هم دیگه از روش بخونیم ببینیم اصلا چی شد که این مرد. و بعد آخرش من یه خاطره میگم از یه دوستی که یکی از این مرگهای عجیبو خودش که نه، یکی از اعضای خانواده‌اش تجربه کرد. تاپ 10 هم اینجوریه که باید از 10 شروع کنی برید 1. آره دیگه، چون اگه 1 رو بگی گلشو گذاشتی اون اول، گفتی بعد تو دیگه بقیه ویدیو رو نمی‌بینی. خیلی خب، بریم از 10 بیایم 1. مثلا اگه بهت بگم چرا قوه باعث مرگ یه آدم شده، باورت میشه؟ تو سال 1997 یک دزدی به اسم سانتیاگو برنابهو، که نه، سانتیاگو آلوارادو، تصمیم میگیره بره از یه دوچرخه فروشی دزدی کنه. این بابا بلند میشه میره رو سقف اونجا، هم که داشته راه میرفته میخواسته دستش هم خالی باشه و خیلی اذیت نکنه خودشو، سبک بره، چرا قوه رو میذاره تو دهنش. حالا من عدشو در نمیارم چون خیلی جایز نیست. این همچون که داشته قدم میزده از اون بالا لیز میخوره، میفته زمین، این منتها با صورت میخوره زمین، چرا قوه میره تو حلقش، فرو میره تو جمجمش. چقدر ترسناک شد مثلا. آره خلاصه میخوام بهت بگم که دزدی بعد دزدی نکن. نه هیچی نمیخوام بهت بگم. این 10 بود، بریم 9. سال 2003 یه کروزی داشته از سمت اسپانیا میرفته به انگلیس. میگن بسوزه، یعنی خار مادر جوگیری، تو رو خدا جوگیر نشین، یعنی منم نشم و به خودم هم دارم میگم جوگیری بعد گفت. ببین یه کاری میکنی یهو به گا میری اصلا بی دلیل، یعنی اصلا بعدن میشینی می فکر میکنی میگی من تو اون لحظه اصلا چرا این کارو داشتم میکردم. خانم اما بلک، بیشتر اسم شبیه پرنستاراست، ولی حالا ایشون با دوست پسرش توی این کروز بوده، مست پاتیل، تصمیم میگیرن اون پوز معروف جک و روز تو تایتانیک رو برن اون نوک کشتی با هم دیگه اجرا کنن. یعنی من فکر کنم اولین دختر پسری که کلن برن توی کروز، اولین تصویری که میاد تو ذهنشون این پوز است. نکن آقا، واقعا این کارو نکن. ببین الان چی میشه، اینا میرن هم دیگه رو بغل میکنن، بهت میگم مست پاتیل بوده، یعنی اصلا حالت نرمال که نداشته، که میره اون نوک از طبقه نهم اون کروزه پرت میشه تو آب. بعد 8 ماه بعد جسدش رو آب میبره تو یکی از ساحلای مثلا فرانسه، اونجا پیداش میکنن. این اینا همون داستانیه که امیر پارسا هم استوریشو گذاشته بود، جرأت حقیقت داشتن، تو یات بوده، نمیدونم کروز بوده، کجا بوده، چند نفر با هم بازی میکردن، بعد طرف تولدش بوده،
مثلا احتمالاً دخترم اومده اونجا جوگیر شده، گفته مثلا شانتال اونجا بذار منم مثلا یه خودی نشون بدم و اینا. دوستاش بهش میگن هی پاسکال بپر تو آب، اینم جوگیر میشه میپره تو آب کوسه میخورتش. اصلا شبیه این فیلماست که حوصله نداری 40 دقیقه ببینی ولی طرف میمیره همین شکلی. شماره 8، یه آقایی به اسم دانیل جونز 7 آگوست 1997 تو یکی از ساحلهای نورت کارولینا تصمیم میگیره یه چاله 8 فوتی، حالا فوتو من الان زدم اینجا تقریبا 2 متر خورده ای میشه، حالا 2 متر خورده ای میخواد یه چاله درست کنه تو همون ساحله. اصلا چرا خداییش الان فرض کنین آقا نمیمرد، ازش میخواستی سوال بپرسی که چرا میخواستی این کارو بکنی، جوابی نداره. چون چیزی که تعریف کردن و اومده کلا توی مقاله ها اینه که میخواسته اینو درست کنه بره اون کفش بشینه، درستم میکنه، میره کفش هم میشینه ولی شن میریزه روش همونجا دفن میشه. دفن یه دونه نه داره، دفن میشه. بعد دیگه هرچی هم اون آدمایی که اونجا بودن سعی میکنن اینو بیارن بیرون نمیشه، یعنی باید از این بولدوزرهای مثلا بیل مکانیکی و فلان و اینا میآوردن، دیگه همونجا میمونه. چرا هیچکی به این فکر نمیکنه که شاید واقعا میخواسته خودشو بکشه؟ نه، شاید ما داریم زود قضاوت میکنیم، یعنی میذاریم رو حماقتش، شاید اتفاقا از رو نابغگیش بوده، میخواسته خودشو بکشه و موفق شده. آره دیگه. شماره 7، گاز گرفتن زبون. سال 1884، سال قار، آقای آلن پینکرتون توی شیکاگو داشته رو پیاده رو میرفته میخوره زمین، این که میخوره زمین زبونش رو گاز میگیره، بعد زبونش چرک میکنه، قانقاریا میگیره، میفته میمیره. تو ببین گذشتگان ما چه بدبختی هایی میکشیدن ها. ما روزی 8 بار به هم میگیم زبونتو گاز بگیر، یارو یه بار زبونش رو گاز گرفت، قانقاریا گرفت. بریم شماره 6، جک دانیلو که دیگه همتون میشناسین، یعنی سلطان ویس، مافیای ویسکی. سال 1911 یه روز صبح عادی، این مرتی که تو دفترش نشسته بوده، سیف باکسی که تو دفترش بوده یه پسوردی داشته، این پسورد رو یادش میره، انقدر قاطی میکنه که یعنی از عصبانیت با پا میکوبه تو سیف باکسه. علت فوت این آدم به اون عظمت، یعنی سلطان ویسکی، اینه که پاشو میکوبه تو سیف باکسش چون پسورد یادش نبوده، بعد خون تو پاش چرک میکنه میمیره. حالا باز خوبه قانقاریا نگرفت. آخرین جملهش هم قبل از مرگ این بوده که one last drink، یعنی قبل فوت یه ویسکی. دیدی تو فیلم ها یارو میخواد مثلا زخمشو درست کنه یا داره میمیره و اینا مثلا ویسکی میخوره؟ شاید یه ادای احترامیه به این، نمیدونم، همینجوری یادم اومد گفتم بگم. پس تا الان شد یه زبون یه پا، کجا برم دیگه؟ الان با خودت میگی پاشا دیگه از این که دیگه نمیتونه، چرا میشه بعدی ریشه دیگه، اصلا چیزی که تو بدن تو هم نیست، یه چیز اضافه، یه اکستراه، یعنی این جزء بدنه حساب نمیشه. دیدی ماشین مثلا سپرش میخوره به یه جا میگن این جزء بدنه نیست، ریش هم همینه، این اصلا جزء بدن تو نیست، یه چیز اضافه، یه مثلا رو صورتت دیگه، حالا اصلا بود و نبودش اونقدر مهم نیست. بعد فکر کن به خاطر این چیزی که اصلا مهم نیست میمیره یارو. داستان برمیگرده به سال 1567، آقای هانس سلنینگر از اتریش. ایشون معروف بوده به خاطر ریش بلندی که داشته، یعنی فکر کنم رکورد گینس، حالا مطمئن نیستم، زده 4 فوت. ما یه 8 فوت اونجا داشتیم، شد چقدر؟ شد 2 متر. این میشه احتمالاً نیم متر ریش داشته. یه آتیش سوزی میشه تو شهرش، این یادش میره ریششو اینجوری جمع کنه بیاره زیره چونش. نیم متریشو باید جمع کنی دیگه، اینم استرسی میشه و اینا، یادش میره ریشه رو جمع کنه، میگیره زیر پاش و اینا، این میخوره زمین، گردنش میشکنه. چه اصلا بعضیا چرا میخوان رکورد گینس رو این شکلی بزنن؟ من هیچ وقت نفهمیدم کانسپتشو. الان آخه کار سختی نیست، تو کافیه مثلا 12 سال ریشتو نزنی هی هم بهش برسی دیگه، ولی اصلا چرا پول میده گینس؟ من نمیدونم چه پوینتی داره. اگه پول خیلی خوب بده چرا منم واقعا حاضرم تا 12 سال دیگه ریشمو نمیزنم، بعد معروفم میشم. فکر کنم خود تو مثلا جالب نی برات؟ چرا جالب باشه؟ بریم بعدی. 17 اکتبر 1814، یه کارخونه آبجوسازی که تو لندن بوده یه سری نقص فنی توش به وجود میاد، میترکه آبجو، میاد تو شهر، 322,000 گالن آبجو میاد، یعنی سیل آبجو میاد تو شهر، 8 نفرم میمیرن، یعنی حالا یا تو مصدومیت و اینا مثلا فوت شدن یا غرق در آبجو فوت، یعنی جان به جان آفرین دادن رفتن، مست رسیدن پیش خدا، یعنی
نخند. این سانحه هم معروف میشه به سیل آبجوی لندن. فکر کنم یه قسمتی از تاریخ انگلیس واقعا باید بنویسن دیگه اینو. نی بعدی این میدونی چیه؟ من میدونم خارجیش بهش میگن ترولی، فارسیش میشه چرخ خرید. نه؟ حالا به هر حال مارچ 2008 کامرون بیبرلی 18 ساله تصمیم میگیره بره این تو بشینه، کاری که تقریبا من خودم کردم این کارو و این ادامهشو نه، همین که بری اون تو بشینی مثلا یکی از عکس بگیره جالبه دیگه، نیست مثلا نمیدونم چیش جالبه ولی مثلا احساس کول بودن آدم میکنه. این میره این تو میشینه و دستشو میگیره به ماشین دوستش، اون میره اینم همینجوری پشتش، مثلا جالبه اون بره اینم گاز بده و اینا. حواسشون نبوده که اینا الان رو این رمپا هست که مثلا سرعت گیره و اینا، الان اینا قرار رد شه. ماشین رد میشه ولی اون ترولیه که این کامرون توش بوده چرخش گیر میکنه به این، اینم با کله میاد زمین، بعدم میمیره دیگه. الان زنده بود 32 سالش بود. الکی الکی. بریم شماره 2. من یه استوری میذارم میگم من از AI میترسم، از ربات ها میترسم، این جاکش ها دهن ما رو سرویس میکنن. حالا تو میخندی هی میگی ای بابا چرا این با تکنولوژی مشکل داره، چه این آسفر. ببین شماره 2 رو گوش کن. 4 جولای 1981، ژاپن. کنجی اورادا یه کارگر ساده بوده که داشته توی منطقه صنعتی کارشو میکرده، ساعت کاریش هم تموم میشه و اینا. حالا منطقه صنعتی چی بوده؟ یه جایی بوده که 50,000 تا ربات اونجا کار میکردن. یکی این ربات هم خراب بوده. بعد یادت نره ما داریم راجع به 1981 صحبت میکنیم، 32 سال پیش. ژاپن لامصب کجاست؟ این 100 سال از ما جلوتره. اینا عجیبن به خدا. این اونجا داشته کار میکرده و اینا، حواسش نبوده که یکی از این ربات ها درست خاموش نشده و این ربات خرابم بوده، ارور داشته، باید سر فرصت درستش میکرده و اینا. ربات قصه ما هم نه میذاره نه برمیداره، کنجی و هولش میده سمت اره برقی، از این اره صنعتی ها که چیزا رو میذارم عکسشو اینجا دیگه، سخت توضیحش. هولش میده اونجا و کنجی هم که چاره جز فوت کردن نداشته دیگه، میمیره. ایشون میشه اولین فردی که توسط ربات به قتل میرسه. من میترسم، حالا تو میخندی ولی من میترسم از اون روز. بریم شماره 1. بریم به تاریخ 24 مارچ 1975، بشینیم رو مبل خونه الکس میشل. حالا اصلا چرا اینجا بشینیم؟ ایشون داشته یه برنامه میدیده به اسم کونگ فو کیپرز، یه شو کمدی بوده و اینا که تو یکی از قسمتاش این انقدر میخند، 25 دقیقه میخنده نان استاپ، انقدر میخنده که قلبش میگیره و رو مبل خونش میمیره. یعنی کسایی که میگن خنده باعث مرگ نمیشه، میشه. این آقا الکس میشل رو بهش نشون بدیم بگی این مرد، این انقدر خندید تا مرد. حالا اینا رو بذار کنار، این میمیره تموم میشه، این که میمیره راحت میشه. زنش یه نامه مینویسه به شوه، به اون شوه که این دید خندید مرد و تشکر میکنه، میگه آقا دستتون درد نکنه، آخرین لحظات همسر من به خنده و خوشی و خوشحالی طی شد، شما مثلا آدمای بزرگی هستین. حالا ما بودیم شکایت میکردیم، خشتک یارو را میکشیم سرش، ولی به هر حال دیگه یارو انقدر خندید ما، من دیگه از این عجیبتر چیزی ندارم. آها یه چیزی دارم بگم، این واقعیه، این برای یکی از دوستای من پیش اومده. چون تا اینجای ویدیو رو دیدی تو لایق اینی که این خاطره رو گوش کنی، گرچه من تمام خاطرهایی که اینجا میگم و قبلا توی تلگرام هم گفتم. آقا دو تا نکته قبل اینکه خاطره رو بگم، لطفا اگه این ویدیو رو تا اینجا دیدی کانال منو سابسکرایب کن، جدی دمت گرم، واقعا برای من خیلی مهمه. میشینیم اینجا با هم میگیم میخندیم، تو واقعا خودت نمیخوای مثلا سری بعد من خواستم ویدیو بذارم مثلا برات مسیج بیاد یا مثلا ببینی آقا این یارو دوباره ویدیو گذاشت، بیام بشیم 10 دقیقه یه روب مثلا جالب دور هم دیگه باشیم. سابسکرایب کن دیگه، سابسکرایب کن اگه با ویدیو حال کردی، لایک کن، لایک هم مهمه، کامنت و اینا. ولی به غیر از اینا که حالا مال یوتیوبه، بیا تو تلگرام، تلگرام من لینکش تو دیسکریپشنه، اونجا انقدر من خاطره میگم، بقیه خاطره میگن، راجع به همه چی حرف میزنیم، وایس چت میذاریم، خلاصه خیلی حال میده، بیا خوش میگذره. نمیدونم این خاطره رو اونجا گفتم یا نه، ولی حالا دوباره بهت میگم دیگه. آقا ما یه دوستی داشتیم که این یه دوستی داشت، یعنی من دارم راجع به خاطره یه دوتا داداشی صحبت میکنم که اینا دوستای یکی از دوستای من بودن، یعنی من میشم نفر سومی که این خاطره رو حالا فهمید، مهم نیست اینش. آقا اینا برای این تعریف کرده بودن که ما باید بالای خونه رو زمستونه مثل که چیه و اینا
قیرگونی میکنه. این خیلی کلمه ریسکیه، من همیشه احساس میکنم یه جاش خراب میشه. قیرگونی برای زمستونه دیگه، کارای این مدلی. بعد این دوتا میرن پشت بوم و باباشون هم میاد و اینا میگه که آقا اینو باید قشنگ قیر رو بزنین رو پشت بوم، مثلا تکون بدین و اینو مثلا باید چیز کنین و اینا. اینا هر کاری چیز میکنن این کار راه نمیفته. باباه میره مثلا سر کار میاد 10 ساعت مثلا 20 ساعت اینا، حالا 20 ساعت که نه همون 10 ساعت اینا، میره میاد و اینا میبینه اینا هنوز مثلا 10 متر مثلا چیز کردن، هنوز کل پشت بوم مونده. میگه آقا اینجوری که نمیشه، درست قشنگ قیر بریز عشق کنیم. اینا میگن پجر چیکار باید بکنی؟ باباه میگه آقا شما نمیفهمی، اون بشکه رو اون تمی بینی اونو بردو بیار اینجا ببینم پسر. پسرم میره بشکه رو میاره و اینا، میگه آقا من میرم تو این بشکه سنگین میشه دیگه، تو داداشت منو هول بدین این قیرا رو صاف کنه بره. مثلا اونا هم دیگه نمیپرسن دیگه، چون میگن پدرمون حتما یه چیزی میدونه دیگه. اینا میان این باباه رو هول میدن، باباه همینجوری قل میخوره از اونور پشت بوم پرت میشه پایین، میفته تو کوچه میمیره. بعد یعنی همین داستان تموم شد. چرا یه جوری داشتم میگفتم ادامه داره؟ جاش خالی بود تو این لیسته، یعنی این میشه 10 به اضافه 1. وطنی هم هست دیگه، خلاصه فوت عجیبیه. دمت گرم که ویدیو رو دیدی تا اینجا. من همیشه برام این موقعیت ها یه موقعیت دوگانه، یعنی مغزم آچمز میشه، نمیدونم باید بخندم باید ناراحت بشم. حالا راجع به یه آدمی که تو سال 1519 مرده خیلی هم مثلا چیز نیست، آدم میخندی دیگه، حالا مهم نیست که یارو 500 سال پیش مرده، جدی نباید بگیری قضیه رو. ولی این که این دوستمون مثلا شاید دیروز این اتفاق براش افتاده باشه، خب زایست تو مراسم سوم باباش یهو بزنی زیر خنده دیگه، یه جوریه. بعد من یه جوری هم موقعیت های خیلی دراماتیک منو میخندونه. من به خاطر همین خیلی موقعا مثلا مجلس ختم نمیرم، خیلی موقعا جای اینجوری چون یه حجم غم خیلی زیادی من خندم. اون فیلم رضا عطاران بود که زنش فوت شده بود، بعد میخواد قضا بده رفته بیرون میخنده، همه فکر میکنن داره گریه میکنه، من همیشه این شکلی میشم. برای همین اینا هم یه ذره اینجوری بود دیگه. اینجا هم که بهت گفتم سابسکرایب بکنی، عشق دادی یعنی هستم تا بیخ عسل منی. قبوله؟ ای جان ای جان ای جان دارم میرم به تهران، دارم میرم به تهران. شبیه فیلمه، شبیه این فیلم لوساست که مثلا موی ساعت تو حلقمه. یه آقایی به اسم دانیل جونز 7 آگوست 1997 توی یکی از ساحل‌های نورت کالور این سانه هم معروف میشه به سیل آبجوی لندن، یعنی داشت میرفت تو دهنم از تو جمجمه بزنه بیرون.